موزه ایران دولت روحانی و رئیسی یکی است. اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. به غلمه سید حسین موسفیان در گفتگو با CNBC بی سی. مذاکرات حسدهی در وین آغاز شده و ایران هم مواضع سختی اتخاذ کرده و خواستهای حداکثری دارد. در این وضعیت شانسی برای موفقیت مذاکرات می بینید موسویان میگوید من قبول ندارم که مذاکره کنندگان جدید هسته ای ایران مواضع تندی اتخاذ کردند خواست ایران اجرای دقیق و درست و کامل برجام است مذاکره کنندگان ایرانی چیزی بیشتر و یا کمتر از برجام نخواستند آمریکا و روسیه و چین و اروپا پیشنهاد احیا و اجرای کامل برجام را دادند و این دقیقا همان چیزی است که ایران میگوید منتها مشکل اجرای درست برجام به تحریم های آمریکا برمیگردد و اینکه دولت بایدن خواهد توانست رفع تحریم ها در قالب برجام را درست انجام دهد یا خیر دلیل من هم این است که برجام در دوره اوباما برجام به طور نیمه اجرا شد آن هم به خاطر اینکه تحریم های اولیه آمریکا مانع بود در دوره ترامپ برجام در حد صفر اجرا شد بلکه بدتر یعنی ترامپ نه تنها از برجام خارج شد بلکه حدود 1500 تحریم اعمال کرد که نیمی از آنها تحریم های فراهسته ای تحت عناوین تروریسم و ضد بشر و اینها بود حالا اصل مسئله در مذاکرات احیای برجام این است که ایران میتواند برجام را کامل اجرا کند زیرا ایران سه سال برجام را کامل اجرا کرد و الان هم میتواند انجام دهد اما یا دولت بایدن خواهد توانست موانع دوره اوباما و ترامپ را بردارد تا برجام درست اجرا شود یا نه لذا توپ در زمین آمریکاست اگر آمریکا تحریم ها را در چارچوب برجام درست و کامل بردارد ایران هم به تعهدات کامل برجامی باز خواهد گشت مسئله این است که دولت تندروی رئیسی سر کار آمده آیا این مانع یا یه برجام نخواهد شد رئیسی تندرو نیست خواست دولت رئیسی و دولت روحانی یکی است و آن هم اجرای درست و کامل برجام امیر عبداللهیان وزیر خارجه فعلی بر رفع تحریم ها تاکید دارد و ظریف وزیر خارجه قبلی هم بر رفع تحریم ها تاکید داشت دولت رئیسی ممکن است سیاست های متفاوتی با دولت روحانی داشته باشد اما در مورد برجام سیاست آنها یکی است اجرای برجام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد سخنگوی دولت یا سخنگوی کیهان اولین نشست خبری سخنگوی جدید دولت برگزار شد بهادوری جهرومی در حالی مقابل خبرنگاران قرار گرفت که نوع ادبیات و رویکرد وی در شبکه های اجتماعی باستاب منفی داشت دو نکته در مورد اظهارات وی مطرح است اول بی اطلاعی وی از حوزه رسانه و رسانه ها و دوم ادبیات قریب و نزدیک به روزنامه کیهان او بهادری جهرومی در حال سخنگوی دولت شده که تخصص وی رشته حقوق است و در حقیقت سر رشته در حوزه رسانه ندارد ضمناً مشاوره های تند به وی باعث شده اظهارات او در مورد دستاوردهای دولت تشابه زیادی به رویا و نوشته های شاد روزنامه کیهان داشته باشد برای نمونه در شرایطی که این روزها مردم در گیر گرانی و مسائب مختلف هستند سخنگوی دولت از دستاوردهای مشعشع دولت در حوزه اقتصادی گفته و اظهار کرده است مردم برای دسترسی به مرغ و تخم مرغ استرس ندارند و داخل صف نمی قطعاً قطعا از امروز چالش جدید به چالش های ابراهیم رئیسی اضافه شده است و آن اظهارات کیهانی سخنگوی دولتش است. در گفتگوی تلویزیونی هفتگی با شهرام همایون در شبکه کانال یک منش امیر گفت که ایمان دارد ملت ایران به رشد سیاسی خواهد رسید و آنچه که پا به روی کار آمدن روح الله خوبینی و حکومت اسلامی رخ داد تکرار نخواهد شد منش امیر گفت که ایرانیان نیاز دارند که برای انتخاب رژیم آینده کشور خود به همه سیستم های حکومتی از رژیم سلطنتی تا دموکراسی سکولار آشنا شوند و آنچه که میپسندند و برای فرهنگ و سنن خود و شرایط امروزی زندگی مناسب میدانند برگزینند تا ایران دوباره به چاله کم اطلاعاتی نیفتد امیر گفت که در رشته برنامه های هفتگی که از شنبه پیش رو از شبکه کانال یک پخش خواهد شد قصد دارد از سخنگویان تیفهای مختلف سیاسی دعوت کند که برنامه سیاسی حزب یا گروه خود را برای نجات ایران عرضه کنند و توضیح دهند که چرا از دیدگاه آنان رژیمی که پیشنهاد می کنند می بهترین و مناسبترین حکومت را برای نجات ایران تشکیل دهد. امیر گفت که قصد دارد از سخنگویان همه تیف های سیاسی از سلطنت پرستان تا مشروط خواهان و از طرفداران رژیم پارلمانی تا جمهوری خواهان و حتی سازمان و فداییان دعوت کند در یک برنامه تلویزیونی دلایل و استدلال خود را مطرح سازند و آن را به قضاوت مردم ایران بگذارند. شهرام همایون بر این باور بود که گرایش های فرد پرستانه ایران را نمی توان تغییر داد و از دیدگاه او حکومت ایران نیز بی تردید یک رژیم دیکتاتوری خواهد بود امیر در مقابل گفت که می خواهد به بلوغ سیاسی ملت ایران ایمان داشته باشد و وظیفه ملی و وجدانی خود می که در چند رشته گفتگوهای تلویزیونی مردم را به تفاوتهای موجود بین رژیمهای حکومتی مختلف آشنا سازد. در این گفتگوی تلویزیونی مستقیم مسائل و مطالب دیگری نیز مطرح شد که نسخه آن برای علاقمندان در اینترنت موجود است. به نظر کارشناسان ایده بسیار جالبی است که منشا امیر در نظر گرفته و باعث می شود مردم ایران بدانند که کشورشان در معرض چه رویدادی قرار دارد. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا